سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از تیکه سنگین علی کریمی به حکومت جمهوری اسلامی برای دستگیری یه آشپز به جرم آموزش کتلت. با ما همراه باشید. لطفاً پیش از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. توی این 3 ماه و نیمی که از شروع اعتراضات میگذره و همه شهرهای کوچیک و بزرگ هر کدوم به یه شکلی درگیر این اعتراضات شدن، روزی نبوده که مردم آروم بگیرن و به هدف والای آزادی فکر نکنن. فضای مجازی هم نقش مهمی در این دوره از اعتراضات داشته. هنرمندان، سلبریتی ها، ورزشکاران مردمی در فضای مجازی با گذاشتن پست ها و استوری های تند و جنجالی خطاب به حکومت و دفاع کردن از مردم معترض در کنار اونها موندن و باعث امیدواری و دلگرمی معترضین شدن. آقای علی کریمی یکی از اون ورزشکاران مردمی بود که از روزهای اول در کنار مردم بود و با وجود همه تهدیداتی که از سوی جمهوری اسلامی شد ولی کنار نکشید و لحظه‌ای مردم رو تنها نگذاشت. میدونیم که از همون روزهای اولیه اعتراضات در سیستان و بلوچستان معترضان بعد از هر نماز جمعه به خیابانها میریختند و شعارهای تندی میدادند. جمعه ای نبوده که سیستان و بلوچستان آروم باشه و معترضین بعد از نماز جمعه به خیابونها نیان. آقای علی کریمی با انتشار این عکس از مولوی عبدالحمید نوشت: بنابر گزارش حالوش، به نقل از برخی منابع آگاه، دستگاه‌های امنیتی و نظامی با تحت فشار گذاشتن مولوی عبدالحمید از وی خواستن تا اعتراضات جمعه های سیستان و بلوچستان را خاتمه داده و از خطبه های انتقادی دست بکشد، که وی این شرط دستگاه های امنیتی را نپذیرفته و رد کرده. در استوری بعدی هم با انتشار این عکس از مولوی عبدالحمید نوشت: مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره فشار حکومت به معترضان گفت: زندانی ها را آزاد کنید، حکم سنگین ندهید، مخصوصا به جوانان، کودکان و زنان، چرا که فایده ای ندارد. او افزود: امروز اگر کسی جرمش را قبول نمی کند، او را شکنجه می کنند و کتک می زنند تا جرم را بپذیرد. در استوری دیگه ای هم با هشتگ کارچاخ کن نظام نوشته شده: جواد لاریجانی با توهین به مولوی عبدالحمید و مسجد مکی خواستار برخورد با وی و تخریب مسجد مکی شد. علی کریمی نوشت: همه کشورها سیاسیونشون رو کلاس انگلیسی، فن بیان و غیره میفرستن. جمهوری اسلامی فکر کنم همه رو کلاس چگونه توهین کنیم میفرسته بعد استخدام میکنه. با نزدیک شدن به سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، متهم سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفته: موشکی ساخته ایم که دکان آمریکا را تعطیل می‌کند. علی کریمی نوشت: از همونا که میزنید از دماغ آمریکای خون نمیاد، شما غیر از کشتن مردم ایران هیچ غلطی نمیتونین بکنین. و با انتشار عکس تعدادی از زنانی که در زندان کچویی کرج دست به اعتصاب غذای خشک زدن نوشت: پیوستن 14 زندانی زن به اعتصاب غذای خشک آرمیتا عباسی در زندان کچویی. 14 نفر از زندانیان زن محبوس در زندان کچویی کرج در همراهی با آرمیتا عباسی و در اعتراض به بازداشت و وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زدند. توی این مدت اعتراضات حکومت به هر روشی دست زده تا موافقان و طرفداران خودش رو در خیابونها جمع کنه. در چند روز گذشته هم مراسمی به نام تشییع شهدای گمنام در سطح شهرهای بزرگ به راه انداخته بود که آقای علی کریمی با اشاره به این مسئله نوشت: مردم همیشه در ماتم باشن و انگلزاده‌هاشون در بهترین کشورها دنبال عشق و حال. در قرن 21 که DNA مرحوم بلال حبشی و مرحوم هند جگرخوار هم قابل شناسایی است، جمهوری اسلامی هر سال هزاران شهید گمنام وارد کشور می کند. در ادامه علی کریمی نوشت: لازم نیست شهدای گمنام را در کوه‌ها و دانشگاه‌ها به خاک بسپارید. جلوی ساختمان هیئت دولت، جلوی ساختمان قوه قضاییه، جلوی ساختمان مجلس به خاک بسپارید تا ببینند صندلی‌هایشان را به چه قیمتی به دست آوردند. شاید کمی حیا کنند.
همونطور که میدونیم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی به دست نیروهای نظامی آمریکا، مردم نام مستعار کتلت رو برای اون انتخاب کردن. حالا در چند روز گذشته که سالگردش بود، یک آشپز به دلیل آموزش کتلت در پیج اینستاگرامش بازداشت شده و این قضیه باعث بی‌آبرویی بیشتر جمهوری اسلامی در سطح بین الملل شده. چون بیشتر شبیه یه طنزه که یک آشپز برای درست کردن و آموزش کتلت در پیج اینستاگرامش بازداشت بشه، کافش پلم بشه و پیجش از دسترس خارج بشه. علی کریمی با انتشار عکس نواب ابراهیمی نوشت: متهم نواب ابراهیمی، شغل مدرس آشپزی، جرم آموزش پخت کتلت، قدرت اول منطقه. بعد از اون هم با انتشار این عکس نوشت: تابلویی که به زودی در رستوران ها نصب می شود، کتلت ممنوع. در توییتی هم نوشت: حداقل لیست جدید غذاهایی که برای نظامتون خطرناک نیست رو اعلام کنید که کسی پا رو خط قرمزتون نذاره. باقالی پلو با گردن، سبزی پلو با ماهی، کتلت. در استوری دیگه هم با انتشار این متن که گفته در زمان پهلوی برای مجازات مخالفین رو به خارج از کشور تبعید میکردن تا نتونن از زندگی تو ایران لذت ببرن، الان مخالفین رو ممنوع الخروج میکنن تا نتونن از این جهنم خلاص بشن، نوشت: حکومت فاسد آخوندی خودش میدونه چه بلایی سر این کشور آورده که ممنوع الخروجی از این کشور میشود بدترین مجازات. در استوری دیگه‌ای هم با هشتگ هموطن بیدارشو نوشت: در بین 50 کشور فقیر دنیا 22 کشور مسلمان هستند و رؤسای این 22 کشور جزو 500 ثروتمند اول جهان هستند. با انتشار این عکس هم از نوه خمینی و پسرش نوشت: یارب روا مدار که گدا معتبر شود، نام حسن خمینی، شغل یادگار امام، رزومه یادگار امام، منبع درآمد یادگار امام، تخصص یادگار امام، برنامه آینده یادگار امام، وضعیت فعلی دریافت سالیانه بیش از 70 میلیارد. در استوری دیگه هم با هشتگ آخوند دوزاری نوشت: ملاها را بهتر بشناسیم. ملاها در هر دینی که باشند ابتدا دنیای مردم را جهنم می کنند و سپس وعده بهشت را به همان مردم می فروشند. هیچ تجارتی پرسودتر از این نیست که کالایی خیالی را به مشتری بفروشی که زمان تحویل آن پس از مرگ مشتری است. در هر کجای دنیا که باشید می توانید با مقایسه دستان روحانیون و کارگران به راحتی متوجه شوید که بار دنیا برای چه کسی و یار دنیا چه کسی است. روحانیون مستقیما خون مردم را در طول تاریخ مکیدند، اما هنگام پاسخگویی خود را کنار کشیده و خدا را در برابر شما قرار می‌دهند. آنها می‌توانند نگاه کردن را حرام کنند و خون مردم را حلال و هدر اعلام کنند. می‌توانند به جای خدا نشسته و احکام متناقض اعلام کنند و کسی هم نمی‌تواند علت آن را جویا شود. می‌توانند جنگ را ممنوع اعلام کنند اما عده‌ای را برای جنگ بفرستند. می‌توانند مذاکره را ممنوع کنند اما پرترافیک ترین پایتخت جهان برای مذاکرات پشت پرده را داشته باشند. می توانند کشوری را نابود کنند و بعد بگویند شرایط بسیار خوب است. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت می کنید.